سلام برو بکس، خیلی خوش اومدید به یه ریاکشن ویدیو دیگه با ستون پمز و اما ترک جدید سوئل چیگینی از لیبل فریاس فیت عرش یا آرش، چون عرش نوشته شده ولی ممکن آرش باشه. فکر کنم فیت آرتیست پرودیوسر، بله فربود عرش اگه درست بخونم اسمشو. خیلی خیلی شایع شده بود که ممکنه فیتش با یاس باشه، چون که منیجر یاس گفته بود که به زودی یه کار از یاس خواهیم شنید و من خیلی خوشحال بودم از اینکه ممکنه فیت یاس و سوهل رو بشنویم. به نظرم خیلی ترک بوبی میشه و امیدوارم که به زودی این اتفاق بیفته، ولی خب سوهل خودش به تنهایی هم واقعا خفنه. بریم ببینیم که چجوریه. اسم کار هست قرارگاه. Let's go. خب 4:51 از یوتیوب چنل فریاس گروپ استریم میکنیم. کردیت هم که بیت پرودیوسر فربود عرش، میکس مسترش شروین رادفر، آرت ورکش فارکول یا فرکول، ویژوالایزش سپهر خوشنظر، لیبل منیجر سجاد و چشام دیگه واقعا نمیبینه و لیبل فریاس. کاورش هم از انگاری که از یه سنگی، یعنی این چیزی انگار یه سنگه که روش تراشیدن یه فرم انسانی رو که یه گوی سنگی رو بغل کرده و اینجاهاش انگاری که بال داره، ولی من قشنگ سرش رو دستاش رو پاهاش رو میبینم. حکاکی شده این انگار، خیلی قشنگه. و اینکه اون تخت سنگه یه جورایی هم از جنس خودشه، انگاری که از اون داره خارج میشه، استخراج میشه و یه جورایی هم انگاری که چسبیده به اون چیزی که از جنس خودشه و اونو بغل کرده. خیلی خیلی کار عجیب غریبی داره، خیلی هم خوشگله. اوکی قرارگاه. روشن شد. ممکنه کار دلی باشه، وایبش که اینطوریه. تو این دنیای پر از عدد صحبت با شما میچسبه چقدر؟ به من عصبی، به من بیادب، به من بیسند، به من بیعصب، به من پی قلم. چقدر متفاوت، چقدر قشنگ، چه دلیوری، کلی احساس ریخته تو صداش سوهل. Okay. دنیای پر از عدد، یعنی مثلا همه دنبال عدد و رقم، همه چی رو. اگه سریال عفیه تهران رو دیده باشین، اونجایی که بچه ها دارن روی صحنه اجرا میکنن شازده کوچولو رو، نمیدونم یکی بهش میگه چند سالته، میگه آدم ها همش دنبال عددن، چند سالته، این چقدر، این چنده، فکر کنم اون قسمتش بود، و میگه که آدم ها چقدر عدد براشون مهمه. اینجا هم سوال داره همینو میگه، متاسفانه همینطوره. صحبت با شما میچسبه چقدر؟ به من عصبی، به من بیادب، به من بیسند، به من بیعصب، به من پی قلم رو، من جنگ طلب، به من پی کت، من پی سلطنت. اما جلو شما وامیستم عقب، شما قور بزن فقط سر من نابلد دیگه. نمیدونم فعلا خطابش کیه، حالا امیدوارم مشخص بشه و حس میکنم که میشه، ولی چه قلمی داری پسر تو، باریکلا. اما جلو شما وامیستم عقب، شما قور بزن فقط سر من نابلد دیگه. سر به بهار و گلاش نمیزنم، وقتی که دارم یه گل سر ازتون بوی بهشتو میده، که نفسم حبس، خودم خوابیدم ابد به صداتون داره. منظورش میتونه این باشه که به کم بسنده میکنم، یعنی به اون چیزی که دارم قانعم و خودم رو دیگه برای
داشتن خیلی چیزا به آب و آتیش نمیزنم. این برداشت من از حرفش. بوی بهشت میده که نفسم حبس، خودم خوابیدم ابد، به صداتون داره گوش من عادت. نمیدونم این خوبه یا که بد، که حرفاتون میره تو کته این قامت. این همه راحت چقدر قشنگ، حرفاتون میره تو کته این قامت. او خیلی قشنگ بود. نایس. خوبه یا که بد، که حرفاتون میره نمیدونم تو کته چرا بغضی شدم. این همه راحت میفهمن نال منو، فقط این چایی های سرد داخل حضورتون میکنه حواسمو پرت، میترسونه منو حتی دیدن ساعت. با اجازتون دورم پره از ساقی های خوب، و ما اخماتون میکنه ساق پامو خورد. دمون اخما که دزدید قاف ما رو زود، حتی سابقه دارا گفتم بی سابقه بود. میگفتن نخوری گول براروشو، برات نکنه تله موشو. تا تو من تیمور چنگیز اسکندر شما بزرگ کردی داریوشو. واو پسر وای، من نمیخوام گریه کنم. شت خیلی قشنگه. هنوز من یعنی دو بشکم مخاطبو، ولی کانسپت کار واقعا قشنگه، واقعا قشنگه. ببین چی میگه. روشو برات نکنه تله موشو. تا تو من تیمور چنگیز اسکندر شما بزرگ کردی داریوشو. چشماتون چه قانونایی از ماشی کن، طرف میزنن که میگم اقبایشون. حتی نکنین دستکاریشون، با شعر میکنم نقاشیشون. آخر دوخت ما رو بند، با شعر میکنم نقاشیشون. فکر میکنم منظورش اینه که با شعر به تصویر میکشم، یعنی چون با شعر که نمیشه نقاشی کرد که، ولی وقتی که یه شعری رو گوش میدی یه تصویرهای تو ذهن نقش میبنده دیگه. بالاخره تا نکنین دستکاریشون، با شعر میکنم نقاشیشون. آخر دوخت ما رو به هم همی خیال بافیا، که الان میخوام به شنگره کورتر. شاید جسمم دنبال هرچی بدوه، اما سمت شما میکشه روحمون پر. میخرر در بیرون پیکر به جون، تا اسمتون نره اپیکم بیرون. ما که زور بازومون دائم رو ایول میمون، دلان بدون شما میشه این ایکل بیرو. اوه مای گاد، کیف با شما که میخوام وقت بگذرونم. ای با شما، نه که هر روزمون باشه عید با شما، نه اما میچسب هر پیک با تو. عزیزم حتی تلخی الکل با تو شیرین در کل. خبر نداری زنجیر از قول، اما به کسی نمیدیم بدون هم قول. نه تو صد راهمی، نه من میسازم برات در آهنی. دیگه بهشتشون ارزونیشون، وقتی تو هم گناهمی. نمیرسه زورم بهت. بی نظیری پسر، بی نظیر این ترک. وای من تا اینجا وایبی که از این ترک گرفتم، یعنی برداشتی که داشتم، کاملا یه ترک عاشقانه است و کاملا داره یه عشق خیلی مظلوم رو به تصویر میکشه. خیلی قشنگه، خیلی دوستش دارم. اما چون از اونجایی که سوهل خب ممکنه که یعنی یه جوری بنویسه که دو پهلو باشه، یعنی من به خاطر همین میشه شک دارم. حالا در انتهای کار مشخص میشه که همین بوده منظورش یا منظور دیگه ای هم میتونه داشته باشه، چون قلم خیلی قوی داره سوهل و قشنگ میتونه آخر کارو یه جوری برگردونه که اصلا کرکوبرد بریزه. وقتی تو هم گناهمی، نمیرسه زورم بهت، وابسته از جونم بهت. نمیزنم حرفای کوبنده به نشون. وقتی تو هم گناهمی، نمیرسه وابسته از جونم بهت. نمیزنم حرفای کوبنده به تاخه شده خونم دلت. درچی گردن کلوفتر، سر به زیرتر، تو افقی که ما موندی معمودی تر. اتفاقا احساسیم برای چیزی که نشه خرید با زر و زیور. درست همینجا دستم پیش همه رو شد، مثل زخمی که پاک میکنن خونه رو شد. همه کنجکاوه این جنگ و آرامش و بین من گوش نشین و شما بازی گوش. حالا که همه دوست دارین بدونی رنگ و بوشو، که اصلا کجا این آدم با ایشون روبرو شد. بشینین تا تعریف کنم مو به موشو، همه چی از یه موش رو شد. انگار بینمون بود پیوند خونی، با اینکه نداشت کسی از کسی نشونی. یه جوری داره میخونه، یعنی یه جوری کلماتو انتخاب کرده انگاری که
من به سوهل یه سری کلمه ها دادم، گفتم مثلا یه شعر بنویس و اینا، انقدر کلمه هاش دقیقه توی زندگی و توی مغز من. انگار بینمون بود پیوند خونی، با اینکه نداشت کسی از کسی نشونی، تو اون اوج گرونی که میشد جون و ارزونی، وقت عمل بود نکری و خط و نشونی، تا به دیماسین و ما بالا برا خونه تکونی، دیدم ایشون شالشو بسته دور پیشونی، خلاصه دختر و پسر می جنگید در و جوونی، که یهو همه فریاد زدن تو دیدشونی، قانونی می بردن منو قپونی، همین کسایی که وجدان تو خونه شونی، حتی ترس عوض شد داستان. عوض شد، کاملا عوض شد. از جوابت داریم راجبه چی میشنویم؟ راجبه موزلهای جامعه، راجبه سیاست و اینها. یعنی تا اونجا احساسی بود، از اینجا به بعدش سیاسی شد. بس بهم میگفت باید قوی بمونی، تو کم کم شاب خونک و مهمونشونی، تا گفتم جناب دستم و داری میشکونی، دستای لطیفه خانوم شو تعریف شومی، یه خانوم که انگار من جیگر گوششم، طوری که خودم پرسیدم مگه کیه ایشونی. خیلی از اولش که گل سر و گل بوی بهشت میده و فلان وایب، نمیدونم چرا احساس کردم مخاطب مادرشه، ولی یکم جلوتر وایب عشق و از، یعنی عشق مادر به فرزند یا فرزند به مادر، نه عشق پارتنری گرفتم. یعنی اولش اون بود، بعدش اون شد و الان هم دوباره دارم راجبه این فکر میکنم که ممکنه که با مادرش باشه، چون ببینید چی میگه. یه خانوم که انگار من جیگر گوششم، طوری که خودم پرسیدم مگه کیه ایشونی، ازت ممنونم دختر خانم، شما کاری کردی احساس برد از قانون، مایی که تو جیبامون بود احساس برد از قانون. ممنونم دختر خانم، شما کاری کردی احساس برد از قانون، مایی که تو جیبامون بوده جفت از تامون، الان با شما جیم جفت و تا نقطش جامون. چیه؟ بوده جفت از تامون، الان با شما جیم جفت و تا نقطش جامون. با شما جیم دو تا نقطش جامون. که تو جیبامون بوده جفت از تامون، الان با شما جیم جفت و تا نقطش جامون. با شما جیم دو تا نقطش جامون. اصلا نمیفهمم، نمیتونم تمرکز کنم روش ببینم چیه. مایی که تو جیبامون بوده جفت از تامون، الان با شما جیم جفت و تا نقطش جامون. جیم جفت دوتا نقطش جام، میشه اینو برای من یکی توضیح بده؟ مطمئنم که داره کلمه بازی میکنه و این نقطه ها رو جابجا کنه، یه چیزی از توش در میاره، انقدر ذهنم آشفته است نمیتونم. باید بدون این شهر که هر روز میخوام یه دونه بیشتر، اونم تو این کشور بدون پیشرفت. آی چقدر دارک، ای وای. از توی این سنگه که این از توش تراشیده شده و بغلش کرده، یه دو تا دستم اینجوری اومده اینو بغل کرده. آه الان دیدم، چقدر قشنگ. و تمام، بی‌نظیر بود. هیچ وقت فکر نمی کردم که همچین ترکی از سوئل بشنوم و حتی گریه کنم، یعنی اصلا تو مخیلاتم نمی گنجید که یه روزی با ترک سوئل من اشکم در بیاد، ولی اومد دیگه. خیلی 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 ترک قشنگی بود، خیلی کانسپت بی نظیری داشت، بی نظیر. و سوئل خیلی قلم خوشگلی داره، در این حال که میتونه یه جوری بنویسه که اصلا نفهمی داره چی میگه، اون چی، همونطور هم میتونه یه جوری بنویسه که انقدر روون باشه کاملا باش ارتباط بگیری و کاملا بفهمیش. و دقیقا برداشت من درست بود،
رابطه احساسی رو به تصویر کشیده بود و بعدش گفتش که ببینید اینجا ولی اینجوریه که وقتی با پارتنرتون شما هستید و عشق و عاشقی و این داستانا با این مشکلات روبرو میشید و توی این کشور بدون آینده بدون پیشرفت داره میگه که جوونا چقدر سخته که اینجوری به خانواده‌شون هم باشن و با هم باشن و آینده‌ای داشته باشن، مخصوصا برای پسرها که خب حامی‌ترن توی رابطه و ساپورتیون. البته منظور من این نیست که فقط پسرها اینجوری هم، ولی خب اکثرا اینجوری هم دیگه میدونیم. خلاصه که دمش گرم، خیلی خیلی کار قشنگی بود، فضاسازی خیلی خوبی داشت، بیت فوق‌العاده‌ای داشت، خیلی دوست داشتم. امیدوارم که از این کارا بیشتر بده سوهل، خیلی قشنگ بود. دمش گرم، دم شما هم گرم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین، خیلی دوستتون دارم، خیلی باحالین. تا ویدیوی دیگه، خدا پس.